بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان مجموع رسانه امام حسین علیه السلام سلام و علیکم وقت شما به خیر الحمدلله رب العالمین امروز هم توفیق این رو داریم که از شهر مقدس کربلا به صورت زنده و مستقیم با برنامه سلام کربلا در خدمت شما عزیزان باشیم بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم العن الجبت والطاغوت، اللهم العن أب الشرور وأتباعه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله. وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين عزيزان بيننده امروز روز یک شنبه 27 ماه و طبق معمول روزهای یک شنبه و پنج شنبه امروز هم صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری رو داریم که ادامه صحبت های روز پنج هست با موضوعیت عوامل جدایی کارهای زشتی رو که امکان داره توی زندگی ها راه پیدا بکنه و متاسفانه به جدایی منجر بشه بهتر من بیشتر از این صحبتی نکنم با هم ببینیم و گوش بدیم اون چیزی رو که جناب زاکری برای ما از واشنگتن و امریکا ضبط کردن و ارسال کردن با ما همراه باشید بسم الله الرحمن الرحیم در خلال این برنامه هایی که گذشت بیان کردیم عوامل و اسباب بدبختی ها یا جدائی ها در زندگی زناشویی <تصفح> سعی ما بر این بوده که در این مدت مطالبی را بیان بکنیم که در زندگی مؤثره و اثر واقعی داره و میتونه زندگی شیرین را تلخ بکنه یا عاقبت ها را به شر مبدل بکنه و یا اینکه خدایی نکرده به جدایی بیانجامه. هفته گذشته برنامه گذشته قسمتی از این رو بیان کردیم و امروز بقیه برنامه رو خدمت عزیزان عرض میکنم یکی از خصوصیاتی که اگر در فردی باشه زندگی رو از هم میکنه ناجوان مرد بودنه کسانی که قدر میکنن ناجوان مردی دارن یعنی اینکه از پشت سر تعنه میزنن و یا اینکه برای منافع مادی زود گذر کارهای خیلی بزرگی که اثر منفی در جامعه داره ناجوانمردی به این معناست که شما به عنوان دوست بیای ولی ضربه دشمن را بزنی در قصه حضرت مسلم ابن عقیل ما این مطلب رو داشتیم هانی ابن عروه که در خانه اش مسلم را پناه داده بود و شخص دیگری که از بزرگان عرب بود و آمده بود به کوفه اینها در یک جرایانی دعوت کردن از ابن زیاد که بیاد و به دیدن اون میهمانی که تازه وارد کوفه شده اون هم در خانه هانی و قرار گذاشتن با مسلم که هرگاه ابن زیاد وارد شد یک ندایی یک اشاره ای داده بشه و مسلم که پشت پرده قایم شده از پشت پرده بیاد بیرون و ابن زیاد رو به قتل برسونه مسلم پشت پرده قرار گرفت و ابن زیاد آمد و صحبت ها شد و در نتیجه اشاراتی که قرار بود داده بشه داده شد اما مسلم از پس پرده بیرون نیامد و ابن زیاد احساس خطر کرد و رفت بعد از آنی که ابن زیاد رفت مسلم آمد بیرون به او گفتند چرا نیامدی بیرون و از پشت سر او را به قتل نرسوندی هانی بهش گفت اگر او را میکشتی لقتلت کافرا منافقا یک کسی رو کشته بودی که هم منافقه و هم کافره یعنی بدترین دشمن را که این دوتا ویژگی را داره تو از بین می بردی چرا نیامدی بیرون که از پشت سر بهش حمله بکنی و او را بکشی جناب مسلم فرمود از پیغمبر اکرم شنیدم که پیغمبر اکرم فرمود مؤمن هرگز قدر نمیکنه کنه مرد نیست از پشت سر حمله نمیکنه جوان مرد در جنگ روبرو قرار میگیره هرگز نیرنگ نمیزنه این هایی ای که فرض بکنید حالا من نمیخوام تعابیر سیاسی و قضایای سیاسی رو بیان بکنم اما اون هایی که فرض بکنید برای تثبیت حجاب آمدن و چیزهایی رو پوشیدن و خنج به صورت دخترا کشیدن اون هایی که از پشت سر یا افرادی رو توی راه پیمایی ها زدن اون هایی که توی جامعه به هر شکلی از شکلها به عنوان دوست لباس دوست را می پوشند و کار دشمن را انجام می دهند. اگر کسی از زن و مرد طبیعت این را داشته باشه که ناجوان مرد باشه ناجوان مردی آغازش با پرونده سازیه اگر مرد یا زن یا شریک محل کار فرقی نمیکنه. اگر شروع بکنه پرونده جمع کردن علیه شریکش یعنی مدرک درست بکنه مطالب رو ضبط بکنه بدون بدون هماهنگی و بدون خبر حرفهای طرف مقابل رو ضبط بکنه با تلفن عکس بگیره آرشیف درست بکنه فایل بندی درست بکنه در واقع پاپوش درست بکنه برای شریکش این اگر شریک زندگی بود آینده در کنار او تضمین ندارد به خاطر اینکه ممکنه هنگامی که این بد بشه تمام این مسائل رو علیه انسان استفاده بکنه کسانی که پرونده سازی میکنن برای دیگران اینها قابل اعتماد نیستند باز تکرار میکنم مطالبی که من عرض میکنم صد درصد نیست اما درصدش خیلی بالاست به اندازه است که خلافش کم ثابت شده این را هم تأکید می کنم که ما این را که بیان می کنیم به خاطر این است که افراد در خودشون اصلاحات به وجود بیارن اگر اینکه شما تازه میخواهید ازدواج بکنی این مطلب خیلی مهمه که بدانی طرف مقابل چجوریه ولی اگر سالها با او زندگی می باید مراقب باشی اگر چنین حالتی از او دیدی این حالتها را سعی بکنی در مغز او عوض بکنی جایگزین درست بکنی شستشو بدی دیده شده افرادی که وقتی به اختلاف که میرسن مرد میگه من طلاقش نمیدم تا زمانی که موهاش سفید بشه زن نمیتونه در کنار مرد زندگی بکنه امنیت نداره یا مشکلات دیگری مطرح هست اما مرد میگه من طلاقش نمیدم خب حالا اگر دادگاه طلاقش داد مرد شروع میکنه به کارشکنی وکیل میگیره به هر طریقی سعی میکنه که آینده این دختر این زن زن گذشته خودش را آینده و حال او را به طور کلی به زیر صفر ببره به ذلت بکشه حاضر پول بده به وکیل عیب تراشی اشکال تراشی درست بکنه تا زمانی تا اینکه این خانم را به خاک سیاه بنشونه افرادی که نمیتونن با همدیگه زندگی بکنن به تعبیر قرآنی تصریحون به احسان باید داشته باشن یعنی دوستانه از همدیگه جدا بشن نه اینکه خودش اذیتش بکنه انگامی که خانم از خانه رفت بیرون اون وقت فریاد بزنه که این بدون اجازه من از خانه بیرون رفته و او ناشزه است در حالی که ما میدونیم که ناشز و ناشزه به مرد و زن اطلاق میشه مردی هم که به واجبات خودش به وظیفه خودش عمل نکنه اون هم میتونه ناشز باشه اون هم میتونه مجازات باشه اگر چیزی به نام اسلام باشه او را راهنمایی میکنن یا تعدیب میکنن ما موردی داشتیم که امیر و مؤمنان تاریخ ثبت کرده اختلافی بین یک زن و شوهر شد زن آمد به دادگاه امیر و, و حضرت را به کمک طلبید و حضرت آمدند در خانه با اون مرد صحبت کردند اما اون مرد چون حضرت امیر رو نمیشناخت خیلی خلاصه حرفای زشت و ناپسند زد و در نتیجه تهدیدهای زیادی کرد حضرت چیزی به او نگفتند فقط فرمودند که این زن اشتباه کرده اشتباهش رو بهش ببخش یه مطالب اخلاقی هست که انسان را اگر این که انسان اطاعت نکنه قبول نکنه اصرار بلجبازی بل داشته باشه در نتیجه مرجع تقلید فلی فقیه این تصمیمی میگیره در این که بالاخره این زن اگر امنیت نداشته باشه مرجع تقلید میتونه دخالت بکنه و امنیت برای او درست بکنه با حرف شد با صحبت شد با هر چی منظور من این بیان این قضایا نیست منظور من این است که مرد نباید یا زن نباید پرونده برای شوهرش یا برای همسرش درست بکنه و نتیجه پرونده سازی عاقبتش خوب نیست هر یکی برای دیگری نقشه های بد بکشه فسق علنی فسق یعنی گناه معصیت خداوند گناهی که به شکل علنی انجام بشه فرض بکنید یک کسی علنا شراب میخوره این فاسقه علنا معصیتی میکنه علنا دعوت به زنا میکنه علنا یعنی در مقابل مردم عبا نداره از تهمت زدن از فحاشی کردن حالا فحاشی هم میرسیم به موردش پس اگر اینکه کسی فسق علنی بکنه یعنی خدایی که با این همه الطاف و نعمتها بهش لطف کرده همه چیز بهش داده این خدا را نافرمانی بکنه و علنا انجام بده یک وقتی کسی گناهی انجام میده تو خونه کسی نمیدونه پوشش داره مشکلی نداره اما اینکه اگر گناه رو بخواد علنی انجام بده اصرار بر گناه اون هم در پیشاپیش پیش مردم و در دیدگاه مردم انجام بده این فردا به درد زندگی من ممکنه نخوره پس من باید مواظب باشم اگر کسی نافرمانی خدا میکنه بدون هیچ دلیل چه تضمینی داره که در زندگیش با من شرایط وفاداری و همسرداری رو ملاحظه بکنه اینها چیزهایی است که خوبه در موردش فکر بشه همچنین دروغگویی اگر کسی طبیعتش دروغ گفتن باشه کسی که طبیعتش دروغ گفتنه من چگونه میتوانم به او امید داشته باشم و امیدوار باشم که در کنار او من زندگی راحتی داشته باشم این هایی که مرتب دروغ میگن به هر اندازه که عدد دروغ گفتن اونها زیاد بشه به همون اندازه درجه اعتماد من نسبت به او کم خواهد شد چون کسی که امروز جلو من دروغ گفت پشت سر من هم دروغ خواهد گفت دروغگو هیچ ابا نداره از اینکه گناهان دیگری هم انجام بده در بعضی روایات آمده اگر تمام گناهان را در یک ظرفی در یک جعبه و صندوقی قرار بدیم کلید اون صندوق دروغ خواهد بود پس دروغگو بزرگترین یا از بزرگترین دشمنان خداوند است پس دشمن خداوند دشمن هم من دشمن من هم میتونه باشه پس بنابراین باید خیلی مواظب باشیم کسی که دروغ گوه با او زندگی نکنیم یا اگر این که زندگی میکنیم تمام شرایط احتیاط را در نظر بگیریم اگر کسی تتبع عورات مردم داشته باشه عورت یعنی چیزی که باید پوشیده بشه عورت آدمی هم از اون جهت عورت بهش گفتن که باید پوشانده بشه حالا اگر کسی بگرده اسرار زندگی مردم اون هم اسرار خانمانسوز را اینها را بگرده پیدا بکنه و دنبال بکنه این چیه؟ میتونم باش زندگی بکنم؟ تتبع تتبع یعنی متابعت کردن دنبال کردن پیدا کردن جستجو کردن اینها اگر کسی به دنبال عیب های مردم بگرده ناخداگاه خودش هم عیبی پیدا میکنه یکی از سیاست مدارا تعبیر خیلی زیبایی داشت گفت به مخالفینم گفتم گفتم من پیغمبر نیستم من خطا میکنم اما شما هم دستمالی که به دست گرفتی درباره شیشه من میخوایی با اون دستمال شیشه من را تمیز بکنی دستمال تو هم دستمال تمیزی نیست پس اگر کسی خودش هم عیب داره اگر کسی میتونه عیب داشته باشه که طبیعتا همه انسان ها اون را دارن این قابل اعتماده خودش که عیب داره هیچ اما میگرده عیب های مردم را هم جمع میکنه تا یک روزی علیه اونها استفاده بکنه دیده شده افرادی که دخترها یا پسرها را میکشن به فعل بد و فعل حرام عکس ازش میگیرن و بعد هر وقت این خانم یا این پسر این دختر بچه یا این نوجوان بخواد اطاعت نکنه تهدیدش میکنن به این که ما عکست رو پخش میکنیم این قورت دیگران پیدا کردن است اشتباهی را من انجام دادم این اشتباه هر چی بوده خودم باید تحمل بکنم و اشتباه هم را حل بکنم اما اینکه مدرک از خودم جا بگذارم و طرف مقابل من با این مدرک مرتب یک چکوچی درست بکنه و مرتب بخواد بر سر من بکوبه این میتونم باش ادامه زندگی بدم قطع رحم کسانی که رحم را قطع میکنن قطع رحم یک رحم رو در دفعات قبل در برنامه های قبل بیان کردیم قطع رحم این است که بدون یک دلیل عاقلانه خیلی زود انسان حالا در اثر رنجشه در اثر هر چیزی به راحتی ارتباط خودش را با رحم خودش قطع بکنه یه مثال بزنم اگر درختی از بالا بخواد لطمه به ریشه خودش بزنه اولین نتیجه ای که به دست میاد چیه خود اون قسمت درخت که بالا هست خود اون خشک میشه پس بنابراین ما باید مواظب این باشیم که اون کسی که باش زندگی میکنیم اصرار بر قطع رحم نداشته باشه قاطع رحم در قرآن کریم در جاهای متعدد به فرمایش ائمه هست روایت که قاطع, قاطع رحم در چند جا مورد نکوهش خداوند قرار گرفته پس کسی که اصرار بر قطع رحم میکنه حالا میخواد مرد باشه میخواد زن باشه این اصرار کننده قابل اعتماد برای زندگی نیست اما مسئله فحاشی کسانی که فحش میدن زبانشون به فحشه امروز یک عزیزی در تماس بودیم سوال می میگفت شوهر من حرف اول نه دومیش فحشه من رو مقایسه میکنه با یکی از زنهای پیغمبر که خیلی مورد که خیلی پیامبر پیامبر اکرم را اذیت کرد گفت من رو با اون مقایسه میکنه اما فحش میده فحاشه این کسی که فحاشه به هیچ وجه نمیتوانه مورد اعتماد من باشه این فحاش مانند دیواری است که کج ساخته شده مانند دیواری است که درک برداشته و شکستگی داره اگر من بخوام بهش تکیه بدم هر آینه ممکنه این دیوار علیه من بیفته و خراب بشه و منو از بین ببره پس اون کسی که فحاشه من باید مواظب باشم سعی بکنم فحاشی های او را بپوشونم اولا که بیرون در نیاد فاجعه بیشتر نشه و دو اینه که سعی بکنم او را هدایتش بکنم تصحیح بکنم این اعتقادات اینجوری و رفتارهای اینجوری او را فحاش نزد خدا بسیار بسیار نکوهش شده حالا این فحش ممکنه کسانی دوست داشته باشند فحش بدن مثلا در هنگام ارتباط بین زن و شوهر کار کار بدیه آدم نباید این کار را بکنه گاهی وقتا انسان خوشش میاد در اون وقتها یه حرفای زشتی بزنه ولی نتیجتا اگر اسمش رو گذاشتیم فحاشی این فحاشی میتونه بد باشه و میتونه خانمانسوز باشه پس ما باید مواظب باشیم که هرگز با فحاش اگر ازدواج نکردیم ازدواج نکنیم و اگر ازدواج کردیم سعی بکنیم او را هدایتش بکنیم و از مسیر غلط به مسیر خوب راهنماییش بکنیم حالا برای اینکه شما باز هم خسته نشید با هم دیگه روایتی رو میخونیم راجع به ارزش و فضیلت صلوات بر پیغمبر اکرم و آل پیغمبر اکرم اللهم صل على محمد و آل محمد در روایت داره که سنگینترین چیزی که در ترازوی اعمال انسان قرار میگذارند صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبره پس باز هم با هم دیگه یک صلوات بفرستیم اللهم صل على محمد, محمد و آل, و آل محمد, محمد, محمد و فرجهم و لعن عداهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین یه مسئله یاد اومد عرض بکنم که در حرم آقا سید و وقتی وارد میشی عزیزانی که از دور و نزدیک سایر حرم آقا امام حسین علیه السلام میشن یک نیمبن شعری رو میخونن میان مقابل زریح قرار میگیرن و عرض میکنن خفیفتون باللسان یعنی خیلی سبک جاری کردنش بر زبان ولی ثقیلتون بالمیزان خیلی سنگین از نظر محتوا و بار سنگینی که داره و بعد بلند عرض میکنن سلامتی آقا امام زمان البته همش به زبان عربی سلامتی آقا امام زمان اجماعا صلوات ختم کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العنا واقعا جناب زاکری جایی رو نمیگذارن که انسان بخواد صحبت جدیدی بکنه استفاده میکنیم ان الله ما بقیه صحبت های این بزرگوار رو تا موقعی که تموم بشه و بتونیم صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم با هم میشنویم بقیه اون برنامه‌ای که ضبط کردن و برای ما ارسال کردن غیر شیعه این مشکل رو در نظر نمی گیرن. البته اغلب اهل تسنن حضرت امیر رو دوست دارن و ایشان را خلیفه چهارم خودشون می دانن. ولی کسی که دشمن داشته باشه امیر را دشمنی با تمام پاکی ها کرده قصه امیر میزان حق و باطله پیامبر اکرم روایات متعددی فرمودند که علی مع الحق و الحق مع علی علی مع القرآن و مع علی پس کسی که دشمن حضرت امیره این دشمنی با حقایق شیرین داره دشمنی با عقل داره دشمنی با هر آنچه را که مثبته داره به خاطر چی به خاطر اینکه امیرالمؤمنین مجموعه متکاملی است از اخلاقیات مجموعه متکاملی است از آن چرا که خداوند دوست داره و پیغمبرش دوست داره حضرت امیر مجری حقیقی عدالت اجتماعی حضرت امیر کسی است که در دولتش یک دونه زندانی نداشتیم تاریخ نوشته یک دونه فقیر که نتونه زندگیشو اداره بکنه نبوده یک دونه مستعجر که که نتونه زندگی اجارهشو تأمین بکنه یا حتی مستعجر باشه نداشتیم اینها را حضرت امیر انجام دادن از اون طرف روایت زیبایی دارن حضرت زهرا نقل میکنن میفرمان از سعید کل سعید حق سعید من تولا من احب علیا و تولا یعنی حقیقت سعادت حقیقت خوشبختی تمام اون چرا که مربوط به خوشبختی هست تمام اینها را اگر بخوایم جمع بکنیم در این خلاصه می شود که علی ابن ابی طالب را دوست داشته باشد و از او پیروی کند پیروی از امیر المؤمنین یعنی دوری از خشونت یعنی عشق به همسر یعنی عشق به دوست یعنی عشق به دشمن روایت داره حضرت امیر مسیری را شروع کردن برن یک شخصی غیر مسلمان هم همون مسیر را میرفت حضرت با ایشون شروع کردن به اختلاط و صحبت تا مسیر کوتاهتر بشه و خیلی خوبه که انسان در سفر تنها نباشه از همدیگه سوال کردن معلوم شد که حضرت امیر عازم فرض بکنید کوفه هستن مقدار مسیر که طی شد به دو راهی رسیدن یک راه میرفت به کوفه و یک راه میرفت به جای دیگر حضرت امیر دیدن اون غیر مسلمان به راه دوم ادامه داد حضرت هم او را مشایعت کرد چند مقداری با هم بودن اون شخص غیر مسلمان سوال کرد مگر شما نفر مودید بخواید برید برای کوفه حضرت فرمودن بله عرض کرد پس کوفه از اون طرف می رفت. چرا از این طرف می آید؟ حضرت فرمودن از پیغمبرمون شنیدم اگر با کسی هم صحبت شدی احترام بکن و مقداری به او را همراهی بکن این مضمون حدیثه پس بنابراین حضرت علی اگر دوستش داشته باشیم دشمنانمون را دوست داریم اگر دوستش داشته باشیم دست به شمشیر نمیبریم اگر دوستش داشته باشیم خشونتگرا نمیشیم اگر دوستش داشته باشیم عشق به همسر رو یاد میگیریم عشق به همسر عشق به فرزند عشق به زندگی عشق به جامعه عشق به خدا اینا تمام ویژگی است که در امیرالمؤمنین بود پس اگر کسی بخواد دشمنی با امیرالمؤمنین داشته باشه این یقینا از هر کار زشتی ابا خواهد داشت ممکنه هر کار زشتی را انجام بده پس ما باید مواظب باشیم اون کسی که برای همسری انتخاب میکنیم دشمن حضرت امیر نباشه ابن عباس روایت نقل میکنه میگه ما در زمان پیغمبر فرزندانمون رو میخواستیم مطمئن بشیم که حلال زاده هستن یا نه میبردیم از دور علی ابن ابی طالب رو نشونشون میدادیم اگر خوشش میآمد از دور نگاه کردن به علی را مطمئن میشدیم که حلال زاده است حالا این مسائل امروز چقدر امروزه قابل گفتن هست اون یه مطلب دیگره میخوام عرض بکنم که دوست داشتن امیر یعنی دوست داشتن تمام خوبی ها و تمام پاکی ها و دشمنی داشتن امیر یعنی دشمنی داشتن نسبت به تمام خوبی ها پس بنابراین کسی که دشمن علیه ارزش زندگی را نداره یک خانومی که با غیر شیعه ازدواج کرده بود به گریه افتاده بود میگفت که من چگونه میتونم دلم را با کسی که علی رو دوست نداره تقسیم بکنم میگفت نمیتونم ممکنه من زندگی رو با او کنار بیام چون فرزند دارم اما هرگز نمیتونم دلم را با او تقسیم بکنم دیگر اینکه اگر خانمی اصرار داشته باشه بر اینکه زینت بکنه برای غیر شوهرش این خانم هایی که فقط برای بیرون رفتن زینت میکنن اینها باید باهاشون صحبت بشه و اونها را قانع بکنه انسان اونها قانع بشن در اینکه اون شوهر است که لیاقت آرایش شما را دارد این فرزند شماست که لیاقت داره در مقابل او لباس خوشگل بپوشی میگن زبان حال دختری به مادرش این بود که مادر دوست دارم برای وقتی, وقتی جلو و آینه قرار بگیری که بابا داره میاد دوست ندارم وقتی که بابا میره از خونه بیرون بری جلو و آینه خیلی مهم این عبارت یعنی این که زن باید برای شوهر خودش تمام آنچرا که وسایل زینت و سعادت است استفاده بکنه اما در غیر این صورت اگر خارج از محدوده زندگی بخواد آرایش بکنه بخواد عطر بزنه برای بیرون رفتنش این کارها را انجام بده این باید باهاش صحبت کرد باید بدونه دیگران مثال بزنم اگر یک میوهی ظاهرش خیلی زیبا باشه ولی درونش باشه هر انسانی که این میوه رو میخره با یک گاز زدن متوجه میشه که این قابل اعتماد هست یا نیست قابل استفاده هست یا نیست قابل خوردن هست یا نیست ویتامین دارد یا ندارد پس اگر اینکه یک کسی خودش رو خوشکل بکنه عطر بزنه برای اینکه دیگران بپسندن این دیگران هم انقدر عقل دارند پیش خودشون حساب میکنن میگن این خانمی که نسبت به شوهرش وفادار نبود چه زمانتی داره که نسبت به من وفادار باشه ما در تاریخ سیاسی ایران داریم که دختری دختر پادشاهی عاشق دشمن این پادشاه شد و به وسیله این دختر قلعه پادشاه اول باز شد و اون دشمن مسلط شد اما دیری نگذشت همون دشمن این دختر را کشت به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حساب کرد فکر کرد دختری که به پدرش وفادار نبود داستانش قسمتی ازش در اینجاست که به این خانم گفت که شما تو خونه پدرت چی غذا میخوردی؟ گفت پدر من همه چیز برای من فراهم می کرد از جمله مغز گنجشک گفت مگر گنجشک چقدر مغز داره گفت اونقدر گنجشک می پدرم می برامون بکشن که مغزش یک سبحانه خیلی تحفه ای باشه یک سری سوال کرد از این خانم فهمید چه زندگی با عزت و نازی داشته فکر کرد این کسی که پدرش همه چیز رو براش فراهم کرده به پدرش خیانت بکنه تعبیر منه به شوهرش خیانت بکنه این چقدر قابل اعتماده مگر اینکه حسابش بکنیم دستمال کلینکس باشه دستمال کاغذی باشه که برای یک بار مصرف بکنیم و بش توی سطل آشغال دیگر اینکه شرابخوار اگر کسی شرابخوار باشه زندگی با شراب خار چقدر اطمینان داره که ادامه داشته باشه در زمان پیغمبر اکرم شخصی اومد گفت یا رسول الله دخترم رو شوهر دادم به یک کسی که شراب خاره حضرت فرمودند فقط ضیعتها یعنی این دختر را تلف کردی از بین بردی نابودش کردی کسی که شراب میخوره چه حالتی دست پیدا میکنه غیرتش میمانه شوهر خوبی خواهد بود شما حساب بکنید سرچ بکنید امروزه خیلی از علوم روی اینترنت هست آثار شارب خمر رو سرچ بکنید شرابخار را ببینید چه خصوصیاتی در او میماند در هنگام شراب خوردن و چه خصوصیاتی از او از بین میرود کسی که شراب میخوره حاضر همه چیز خودش را برای اون لحظات عیش و نوش خودش نگه بداره بله یک وقت این شخص بیرون شراب میخوره شما بهش میگید که شرابت رو بیرون نخور بیا تو خونه بخور این یک گامی است خوبه گام دوم اینه که شما میتوانید به تدریج توی شیشه شرابش به تدریج آبی شربتی چیزی کم کم اون شیشه شراب را مبدل بکنی به شربت مبدل بکنی به هر چیز دیگری که جای شراب رو بگیره یا ای که با او صحبت بکنی از وجود زنانه خودت استفاده بکنی برای قانع کردن این شوهر که دست از شراب خاری بکشه و شراب نخوره شراب خوردن ممکنه جوری بشه که دیگران را هم تو خونه بیاره شرابخوار اولین چیزی را که از دست میده غیرته اولین چیزی را که از دست میده احساس عشق و علاقه نسبت به شوهره چون شراب یک چیز دیگری را برای او زیبا جلوه میده شراب بسیار بسیار در قرآن کریم و در روایات اهل بیت مورد مذمت قرار گرفته دیگر این که کسی که زن شوهردار را متهم میکنه میگن قذف محسن زن شوهردار یک حسنی یک دژی در اطراف او هست به نام شوهر اگر هم خطا میکنه اگر خطا بکنه که خیلی خطای او سنگین هست اگر خطا بکنه باید این خطا محفوظ باشه پوششه از بین نره این دژی که دور او هست به نام شوهر این دژ از هم پاشیده نشه حالا اگر این که من مطلع شدم یک زنی یک زن شوهرداری با خبر شدم که فعل حرام انجام میده حق دارم بگم نه حتی به نزدیکترین فرد خودم حق ندارم بگم حتی به کسانی که میدونم محرم اسرار منن حق ندارم بگم چون خداوند برای او یک دژی گذاشته ممکنه شما بیاید دلسوزی بکنید بگید خب این شوهرش نمیدونه من برم باش بگم که این زن رو رها بکنه شما خیال میکنی اگر کسی این زن رو شوهری این زن رو رها بکنه این خوبه باید این زن رو هدایت کرد نباید رهاش کرد کسانی که مطلع میشن خدایی نکرده همسرشون یک خطایی کرده اینها راه های مختلفی دارن اما مهمترین راه که پیشنهاد اسلام هست اینه که با او صحبت بکن توبه بکنه ببین علت این کارش چیه چه نیازی بوده که این خانم دست به چنین فعلی انجام داده ممکنه مقصر خود توی مرد باشی پس باید این شوهر جوری عمل بکنه که این همسر را از همه جهات پوشش شرعی بهش بده خلاصه بکنم تمام عرایزم برای این دو هفته را این دو برنامه ما شهوت پرستی رو مطرح کردیم رباخاری و اثرات زیانبار اون را در خانواده مطرح کردیم کسب از راه حرام را بیان کردیم که چقدر میتونه زندگی رو متلاشی بکنه و بسوزونه خوردن مال یتیم به خصوص برای اونهایی که در مؤسسات خدماتی کمک به ایتام کمک به فقرا در یه همچین مؤسساتی کار میکنن باید خیلی مواظب باشن حق یتیم مانند آتش هست که در خرمن میفته همچنین مسئله اذیت کردن عم از بد اخلاقی تا کین دوزی را مورد بررسی قرار دادیم بدعت گزاری در دین را بیان کردیم که همه اینها زندگی را از هم می پاشه و لذت خوشبختی را از انسان می گیره. در کنار اینها خیانت مرد به زن یا زن به شوهر را بیان کردیم که این خیانت ابعاد مختلفی داره میتونه خیانت شرعی باشه و میتونه خیانت عرفی باشه اینجور نیست که خیانت فرض بکنید اگر اینکه یک کسی که همسر زیبا و خوب و با تمام ویژگی ها رو داره حالا این بخواد بره نیاز خودش رو جایی دیگه تأمین بکنه حتی اگر مشروع باشه حتی اگر مشروع باشه این خیانت عرفیه آنچه که برای ازدواج موقت و اینها بیان شده اینها برای یک شرایط خاصه نه برای هر زمانی و هر مکانی ما داریم روایاتی که از همون امام صادق که روایت وارد شده در موردش همون امام به افرادی فرمودن میایید مدینه مبادا دست به این کار بزنید چون شما نزدیک ما هستید فرض بکنید اگر من یک روحانی هستم و این فعل هم فعل حلال باشه اما اگر یک در هزار احتمال بدم که اون خانومی که من میرم جدید از سراغ او اون خانم مزدور حکومتی باشه یک در هزار احتمال نمیدید من خیلی میشناسم افرادی که در همین دام ها افتادند و اسیر حکومت ها شدند پس باید مواظب باشیم که هر نوع خیانتی را انجام ندیم چون تمام انواع خیانت ها زیانباره و خانمان سوزه نیازت رو با همون خانم تأمین بکن میشه حضرت امیر فرمودن این هم رأتون کم رأه همه زنای جورن تمام زنها میتونن خوشبختی رو برای شما فراهم کنن تمام زنها میتونن آبروی شما را حفظ بکنن تمام خانم ها میتونن قلبشون را در اختیار شما قرار بدن و شما را همه هر خانمی برای شوهرش حقیقتا شوهرش را اون اسب سوار ایدئال خودش میدونه بس کاری نکنید که خانم نسبت به عقیدش نسبت به شما تزلزلی ایجاد بشه توش برنامه امشب هم ظلم و ستم رو هم بیان کردیم امشب هم مسئله ناجوان مردی فسق علنی برای کسانی که تازه برنامه ما رو میبینن ناجوان مردی فسق علنی دروغگویی دنبال عیب های مردم عیبجویی از مردم قطع رحم فحاشی کردن دشمنی با امیر المؤمنین آرایش زن برای غیر شوهر شرب خمر و تهمت زدن به زن شوهردار همه اینها را بیان کردیم برای این که هر یکی از شما خانم ها و آقایان هر یکی از شماها سعی بکنید اگر خدایی نکرده چیزی از این مسائل در وجودتون هست حذفش بکنید زندگی ارزش این رو داره که شیرین نگرش بدارید. به خدا قسم لغزش ها یک لحظه شهوت یک عمر پشیمانی میاره تمام این لغزش ها یک وقت ببینید شما زندگی شیرین خودتون را از دست دادید به خاطر یک مسئله جزئی دیده شده که اگر یک روز تصادفا زن و مرد با هم دعوا میکنن اختلاف پیدا میکنن مرد میره بیرون و تصادفا یک خانومی بهش چشمک میزنه و میشه آنچرا که نباید بشه و لذا توصیه میکنم ای خانم اگر اختلاف پیدا کردید اگر دعوا پیدا شد اگر مشکلی پیدا شد نگذار شوهرت قهر از خونه بره بیرون و هر جوری که میدونی سعی بکن جلو بیرون رفتنش در حالت قهر رو بگیر و شما آقای محترم اگر اختلافی پیدا شد از خانه بیرون نرو دست صورت بشور یه غسلی برو انجام بده غسل مستحبی مهم نیست مهم اینه که با حالت خشم از خونه بیرون نرو ولذا در روایات ما هست اگر میان زن و شوهر بیشتر از یک شب قهر باشه اینها از رحمت خدا به دور میشن نباید قهر بین زن و شوهر وجود داشته باشه چه به حق و چه به ناحق فرض بکنید شما خیال میکنی که شما بر حقی اشکال نداره شما بر حق ولی همون کسی که این حق رو به شما داده برای یک همچین خشمی همون هم به شما این حق رو داده که بزرگواری بکنید و از خشم خودتون بیایید پایین امام باقر میفرماد جرعه خشمی را فرو ببرم برام بهتر است از تمام دنیا که شطورهای موی سرخی که اون روز گرانترین ماشین امروز معادل بوده به من بده در بعضی روایات داره فرو بردن جرعه خشم بهتر است برای من از این که تمام دنیا که تابش آفتاب و ماه بر اون هست در اختیار من قرار بدم. پس بیاییم جدا بکنیم سعی بکنیم هرچرا که در خودمون اگر بدی هست این رو برطرف بکنیم و اگر در طرف دیگر زندگی ما این بدی هست بیایم این بدی ها را سعی بکنیم شستشو بدیم پنهان بکنیم کم کم تغییر عادت بدیم میشه همه اونهایی که زندگی رو سعادتمند برای خودشون جور کردن دیدن که با تجربه میشه این کار را کرد امیدوار هستم خداوند به ما توفیق بده به من و شما هر دو با هم این توفیق رو عنایت بکنه تا بتونیم مشکلات همدیگه رو برطرف بکنیم و بتونیم زندگی شیرینی برای همدیگه درست بکنیم ان شاء الله تا برنامه دیگر و موضوعی دیگر امیدوار هستم که دعا برای سلامتی امام زمان خوش زندگی خوش درست کردن سلام دادن به ائمه و بزرگواران فراموشتون نشه تا برنامه دیگر شما را به خدای سبحان می سپارم ان شاء تو شکر خدا که تو هیت تو شدم اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم یا حسین کرب و یا حسین کرب ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان آقا اسم